با درود بر شما دوستان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز چهارشنبه است، 15 از ماه دسامبر سال 2010 میلادی که اندک اندک به پایان میرسد. اینجا در خدمت شما یک حافظ کوچک هم ما اینجا داریم از روی حافظ مرحوم علامه قزوینی. باز میکنیم یک غزل از حافظ خدمت شما میخوانم. امروز میپردازیم به داستان رستم و سهراب، یکی از تراژدی های بسیار مشهور، داستان پر آب چشم. بله، خب ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. اون شمع سر گرفته دگر چهره بر فروخت، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. دگر یعنی دوباره، فکر کنم این واژه هم واسه منسوخ شده باشد. دگر یعنی عرض کنم که دوباره، فکر کنم هوشنگ ابتهاج در یکی از غزلهاش این واژه رو به کار برده. آه از این زخمه که دیگر ره بیداد گرفت. فکر کنم. خب اون شمع سر گرفته دیگر چهره بر فروخ، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. اون عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت، وون لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. هر سروقد که بر مه و خور حسن می فروخ، چون تو در آمدی پی کاری دیگر گرفت. زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت تعویض کرد شعر تو را و به زر گرفت. خدمت شما عرض بکنم که هر سال یک بار ما ماه محرم، در نسخه فلورانس البته نوشته است ماه مبارک محرم، هر شبت که وارد می شود، هر چه داریم از محرم و سفره. امام اعظم خمینی فرمود به خاطری که بساط گرایی و فرومایگی و بدبختی و نکبت در همین ماه محرم عرض می کنم که به اوج می رسد، و این دکان آخوندها در این ماه بوده است که دا بوده است و اینها. داستانهاشم خدمت شما گفتم، آقا موضوعی نبوده با این داستان حسن و نمیدونم معاویه و حسین و یزید و ببخشید هر سبت که علی و معاویه و حسن و معاویه و حسین و یزید و اینها و مراتب بعدیش که تاریخ پر است از این کشمکش ها بر سر قدرت بین عرب، هیچ ربطی نه به این مملکت ایران زمین داشته است. یک قومی که اصلا تبار و نژاد دیگری بودند و داستانهای دیگری دارند، میتولوژی دیگری دارند و عرض میکنم نگاهشان به گونه دیگر است ندارند. این داستان ها بر سر گرفتن قدرت بوده، برای کنترل بوده، برای ثروت بوده، برای کنترل جامعه بوده، و عرض کنم که سابقه قدیم داشته. بارها من در خدمت شما اینجا از این تاریخ های بزرگ اسلام، از مورخان بزرگ مثل ابن عسیر و طبری و واقدی و اینها، چند سال است که ما این داستان رو میآوریم اینجا در این ماه محرم تکرار میکنیم خدمت شما. اما به قول شاعر گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، دور از اون شما البته، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. اما این مطالب بایستی گفته بشود، این داستان ها بایستی گفته بشود. خدمت شما عرض میکنم که اساسا گروه شیعه در روزگاری که اسارت به اسارت می بردن ایرانیان رو و رومیان رو و دیگران رو، این اعراب بی انصاف بیابون ها اموال غارت می کردن، بچه های مردم هم می بردن می فروختن. اینا
یه تعداد زیادی اسیر به خصوص در این کوفه و در این بصره بودن. اینا فقیرترین و بیچارهترین و بیپناهترین آدم ها بودن. اینا طرفداران حاکم معزول بودن، به جهتی که ستمی که بر اونها میرفت از طرف حاکم بود. وضعیت سیاسی شباهت بسیار داشته است به وضعیت سیاسی امروز خود ما. یعنی وقتی مردم ما خسته شدن از این قیافه این خمینی، اون حرفای عقب افتاده و عرض کنم که جانشینان او، ناگهان فرصتی پیدا شد، یک آدمی مثل آقای محمد خاتمی پیدا شد که یک ظاهری مختلفی داشته، یک گردن کلوفتی داشت، قیافه بشاشی داشت، سخنانی میگفت. اون تعدادی که به خاتمی رأی دادن، خود او گفته بود ممکن است ما یه 200-300 هزار تای رأی بیاوریم، میرویم به این آقایان میگوییم که شما 200-300 هزار مخالف دارید. ناگهان به 20 میلیون رسید، 22 میلیون رسید. اینها شیعیان این خاتمی بودن. در واقع این داستان حب علی یا در واقع بغض معاویه اینجا باز جلوه کرد در تاریخ، تکرار شد بعد از هزار و اندی سال که مردم نه به مخاطر محبت خاتمی، به جهت رهایی از اون سیاه روزی و بدبختی و ادباری که این آخوندهای واقعا نکبت در این جامعه حاکم کرده بودن، آمدن سراغ این که یکی بهتر است. همین داستان رو شما تصور بفرمایید در اون روزگار، به خصوص در روزگار اموی و این عرض کنم که تحقیری که بر غیر عرب روا می داشتن و در تاریخ مشهون است از این اشعار و قصاید عرض کنم که شعوبیه، اینها که درست برعکس عمل میکردن، یعنی هرچه اینها تحقیر غیر عرب میکردن اینها هم تحقیر عرب میکردن، مثل آدم های ایرانی مثل اسماعیل یسار و بشار ابن برد تخارستانی، اینها قصایدش هست. اینا باری این داستان مربوط میشود به عرض کنم همون بردگان و بیچارگان و بدبختان. در این میانه ایرانیان هم برای این که بسیاری از ایرانیان سیاسی و دانا مثل خاندان برمکی و غیره، برای اینکه این مملکت مزمحل نشود در این ساختاری که محمد ساخته بود و عمر پیروی میکرد، ابوبکر و عثمان و اینها، زده بودن به سیم آخر، یک چیزی اختراع کردن که مورد نفرت قاطبه مسلمانان جهان است. شما باور نمیفرمایید تشریف ببرید عربستان که زادگاه اسلام است، بفرمایید من شیعه هستم، اگر جان به در ببرید در قبایل چنین چیزی بگویید، جان به در ببرید، خیلی شانس آورده اید. چون رافضی و عرض میکنن که قزلباش، که این البته این مطلب قزلباش از شبه که شهرتش از روگار صفوی است در افغانستان اهل تسنن، قزلباش میگویند، در جاهای دیگر میگن رافضی و خارج از دین و مبدع و از این چیزها میگویند و مورد در واقع نفرت سواد اعظم مسلمین همین ما شیعیان هستیم در جهان. و چون یک بنگرید ایران تنها کشور شیعه است، چگونه است که ایران تنها کشور شیعه است، این هم راجع است به داستان تاریخ این مملکت، هویت این مملکت و اینکه یک بازسازی از فرهنگ ایران باستان در چهره شیعه کرد ایرانی. شما این تاریخ‌های آخوندها رو خوانید، آخوندهای تسنن این حرف رو تکرار می‌کنند که این در واقع گبرکیگری از گریبان رفس سر به در آورده است. نویسنده کتاب فضائح الروافض که 67 یا 68 فضیحت و شیعیان عرض میکنم که منتصب میکند، میگوید اینها همون گبرهای سابق هستند که امروز به صورت رافضی آمدن. و داستان تاریخیش رو خدمت شما بسیار بسیار ما اینجا تکرار کردیم و توضیح دادیم خدمتتون. و اینها اهل خصومت بودن، این اعراب در این قبایل، این قبیله با اون قبیله، این قبیله بنی هاشم با اون قبیله بنی امیه و اینها اختلافات داشتن، به جهت اینکه این بنی امیه در واقع ثروتمندان مکه بودن، بنی هاشم اینا عرض کنم فقیر بودن، اینها با هم حسادت ها و گرفتاری ها داشتن. تا اینکه یک نفر آمد گفت من شب خواب میبینم و جبرئیل میاد سراغ من و عرض میشود که این چیزها رو میگوید، یک عقایدی از یهود گرفته بود و مسیحیت و اینها و هم مخلوط کرده بود و دین اختراع کرده بود و اینها، و بسیار پایداری و نبوغ نشون میداد در کارش، که اینم بیرونش کردن از مکه، گریخت، مهاجرت نبود، فرار بود در واقع از ترس جان و دستاراشو میدانید. بعد که دیگه اینا قبول نکردن اشون تشریف بردن و شمشیرزنان اطراف واحه‌های وحشتناک و بادیه‌های خطرناک اطراف مدینه رو جمع کردن و شروع کردن به عرض کنم که فرستادن و غارت کردن اموال اهل مکه. اینا حقایق خودشان هست،
اینا سخن من نیست. نگاه کنید ببینید به تاریخ ها، نگاه کنید به طبری، نگاه کنید به باقلی، نگاه کنید به نمیدونم ابن عسیر، نگاه کنید به عرض کنم مدائنی، همه اینها اونجاست، همه اینها اونجاست. داستان غارت بود است و دزدی و درفا و در واقع گسترش اسلام عزیز برای دو چیز بوده، انگیزش دو چیز بوده، که یک عرب می آمد با اسبش و شمشیرش و می گفت منم از مجاهدین، نه علاقش به اسلام بوده، اینا هرگز اینا آدمای دینی نبودن، برای به قول برتراند راسل میگوید پلاندر، پلاندر یعنی دزدی، گرفتن اموال به زور و بهره کشی جنسی، برای این دو کار می آمدن. و البته وقتی که درآمد چنین شد، هرچه همسایه‌ها ثروتمند باشن وضع ما بهتر است. این است که معاویه پیدا شده بود، به طور کل این تشکیلات خلافت رو و سنت رسول رو به قول خودشون رها کرده بود و تشکیلات پادشاهی به شیوه ساسانیان ساخته بود. اینها مشاوران از روم آورده بود، حسابدارشون دفتردارش رومی بود. اینها این مرد مرد بزرگی بوده به لحاظ سیاست و کیاست، البته تعصبات عربی داشته و از این جور داستان‌ها. و این مورد حسادت، حسادت شدید، البته مولای متقیان علی بن ابی طالب شده است که اون آمده است خلیفه شده، روزگاری هم که این مرد بزرگ محترم خلیفه شده کسی به این رأی نداده، یعنی بزرگان اسلام مثل سعد بن ابی وقاص و دیگران، عبدالله بن عمر و اینها دست ندادن با این، پشتیبانی نمی کردن ایشون رو، پشتیبان نداشته، آقا ایشون آدم محبوبی نبوده. علتش هم بسیار تند مزاج بوده و بسیار عرض کنم که دوگم بوده این مرد بزرگ و بسیار هم خشن بوده. این است که با این آدم کشی هایی که ایشان کرده بود در طول مجاهدات اسلام و این حرفا بیزار کرده بود. و این یک حکومت بسیار لرزان خونین و خشنی بوده. اینها نخستین چیزش هم این بوده است که بین من و معاویه شمشیر حکم کنه، هر چقدر اون ابن عباس که مرد بسیار دانایی بود و آدم های بزرگه هم با او همراه بودن، البته نه که هیچ کس نباشد، اینها مثل قیس ابن سعد ابن عباده، مثل عرض کنم ابن عباس، اینها نصیحت میکردن که آقا این داستانی که شما اینجا در ابتدای خلافت لرزان خود به میان میآورید به جایی نمیرسد. این معاویه مردیست از روزگار عمر در اونجا، پسر ابو سفیان هست، تمام بزرگان و اشراف عرب پشتیبان او هستند و خرجش نمیرد. هر روز میگفت شمشیرها رو بردارید. اصلا هم براش اهمیت نبوده که همه مسلمانان رو به کشتن بده و عرض کنم که اگر که این به کشتن دادن به قیمت از پایین کشیدن پسر عمو باشه، اینا با هم حسادت و رقابت خیلی داشتن، موفق هم نشده، بیچاره شکست خورده و اینا. شانس بزرگ این مرد بزرگ این بوده است که او رو کشتن، وگرنه معاویه او رو اسیر میکرد، احتمالا میانداخته از زندان. یکی از رفقاش، یکی از دوستان نزدیکش به نام عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، اینها آمدن ایشون رو کشتن. و بعد هم که آمدن یک گروهی آمدن دست دادن در همون کوفه با پسر ارشد ایشان حضرت امام حسن که بسیار به زنها علاقمند بوده و هر روز صیغه ها میکرد و از اینجور داستان ها که خیلی در واقع این داستانش بسیار بسیار زشت و کریه بوده. و مشهور است که مولا علی مولای متقیان در منبر گفته است به این زن ندهید، این آدم طلاقی است، یعنی دختر شما رو میگیره طلاق میده. وارد آدم همچین صاحب اخلاقی نبوده. باری ایشون آمده لشکر کشیده، دارم سابقه تاریخش رو خدمت شما اونجا عرض میکنم، دوارها هم گفتم. اما کار ما هم شده است مثل آخوندها، اونجا هر ماه محرم اونجا این باسبسات رو فهم میکنم، ما هم در حد خود اینجا با یک میکروفون و یک بلندگو ما میخوایم که حقایق امور تاریخی رو خدمت شما بگیم. آمده است در این مدائن خودمان، در قصر سفید مدائن اونجا سرفرماندهی کرده، یه پول زیادی گرفته و عرض کنم که شرایطش هم عرض کردم خدمتتون، چند شرط به معاویه فرستاده است. چون در روز در جهان عرب، در سنت عرب، در واقع سروری و بزرگی به پسر بزرگ میرسه نه به پسر کوچک. این است که حسن، امام حسن مجتبی وارث هر سبب که خلافت علی بود و تعدادی به او دست دادن و آمدند و اینها. و در اونجا گفته است من جنگ بکن نیستم، نامه نوشته است که آی معاویه ما اینجا هستیم، ما شما یه چیزی به ما بدیم، ما چه میخواهید؟ و نوشته است سه شرط اونجا غلطه، بارها خوندم خدمت شما. یکیش این بوده است که شهر دارابگرد فارس رو که یک دوست عزیزی من دارم اینجا که اهل اونجا هستن، به جغرافیه فارس خیلی خیلی خوب وارد هستن، آقای بهرانی،
به من فرمودن که هنوز یک محلی هست از اونجا که اینا مالیات برای حسن جمع میکردن. نویسنده تاریخ تبرستان هم میگوید در شمال یک جایی بوده است که باز اونجا حسن اخاذی میکرده از مردم ایران. باری میگوید این شهر رو به من بده، و شرط دیگرش این بوده است که در این بیت المالی که در از کنم مدینه بوده بعد به کوفه رفته بوده اینها، هرچه پول هست مال من. هزار درم که میشه 6 میلیون درم، یعنی مثقال نقره یا سکه نقره، مال من باشه و به پدرم هم لعنت نکن. چون سنت اون روزگار چنین بود که حضرت علی به معاویه و ذوالکلاغ و یکی دو تنری به عمرو ابن عاص لعنت میکرد بر منبر، اونو هم به علی و مالک اشتر و ابن عباس اینا لعنت میکردن. سنت کرده بود معاویه، یعنی این سنت لعنت بر علی ابن ابی طالب تا روزگار در واقع عمر ابن عبدالعزیز ادامه داشته و او برداشته بوده، یعنی جزء لاینفک عبادات مسلمین بوده است که به علی لعنت کنن. او برداشته گفت آقا این سنت زشتی است، یعنی چه لعنت به علی. معاویه هم جواب داده است که من 2 شرط اول رو برای شما از شما قبول کردم، این پول و ثروت مال شما، اون مالیات دارابگردم مال شما، اما به پدرت خیلی معذرت میخوام، نمیتونم لعنت نکنم چون شایسته لعنت هست. ایشون هم گفته بکن، فقط گفته است چون امشب در اونجا هستی، روز جمعه هست، شبای جمعه لعنت میکردن، من به خطیب مدائن یعنی همون امام جمعه اونجا میگویم دستور دادم امشب رو به خاطر تو لعنت نکنه تا تو بری و شروع کنه لعنت کردن در تمام عرض کنم که اقطار اسلام و علی لعنت میکردن. به این قبول کرده، شما تصور بفرمایید چه آدمی بوده این، قبول کرده به پدرم لعنت بکن پوله رو به من بده، برداشته ریخته تو جیبش رفته. این بوده داستان خلافت اسلام. دیگه حضرت امام حسین حقی نداشته به این کار، نامه ها هست بین این پسر عموها در تاریخ ها. حسین هم بوده اینا جفتشون رفتن حضور معاویه، دست او رو بوسیدن، نمیدونم چه کردن، تعظیم کردن، امضا کردن در حضور شیوخ و بزرگان عرب، شاهد گرفتن آقا اینا هر دو تا برادر رو بوده. امام حسین حقی نداشته به این کار، فروخته بوده برادرش حقش، اصلا سهمی نداشته در خلافت. اینها رو عرض کنم ابن خلدون و سایر مبرخان هم اشاره کردن که این بابا اصلا حقی نداشت، این ابو جعفر منصور دبانیقی که در واقع یکی از خلفای بزرگ اسلام و دومین خلیفه عباسی است، نامه نوشته از این پسران امام حسن و اینا. تاریخ قضیه رو بررسی کرده که این حسین آمد شلوغ کرد اینجا و این حقی نداشت، چون برادر بزرگ او که وارث خلافت و سیاست علی بود این پولش رو گرفته بود و رضایت داده بود و سهم خود رو از خلافت واگذار به معاویه کرده بود، این سهمی نداشت که بخواد شلوغ کنه. مثلا شما عرض کردم که این معاویه که سیاستمدار بسیار بزرگی بوده و فکر نمی کنم کسی باشه در بین مخالفان او هم که در هوشیاری او و در حلم او و در سیاست و کیاست او تردیدی بکنن، 20 چند سالی این پادشاهی کرد در واقع و آمده است راه افتاده است برای پسرش یزید، در واقع بیعت گرفته از بزرگان عرب، به زبان خود او از قول طبری میگوید گردن که شاهان عرب رو نرم کردم و این چیز رو گرفتم برای شما، به جز 5-6 نفر که اینها میگوید که پسر عمر هست، منظورش عبدالله ابن عمر که بسیار بسیار مرد زاهد و مسلمانی بود. عرض کنم که اینهایی که ادعا میکنن حسین برای اسلامی حرفا اینجور نبوده، دیندار واقعی پسر عمر بوده، عبدالله ابن عمر برید نگاه بکنید بسیار زاهدانه میزیسته است. این حضرت امام حسن و حسین اینا خز میپوشیدن و تشکیلات بسیار ثروتمند بودن، فقیر زندگی نمیکردن. اما این عبدالله نام نیکی از خود در تاریخ به جای گذاشته است، نه عبیدالله، عبدالله این پسران عمر، عبیدالله است که بعد علیه علی شمشیر کشید و در جنگ صفین کشته شد. اما این عبدالله منظور بوده، میگوید این عبدالله بیعت نکرده با تو، حسین پسر علی غیبت نکرده با تو، عبدالله ابن زبیر در واقع ابن زبیر بله اون هم بیعت نکرده است با تو. و بعد توضیحات میده که با اینا چه بکن چه نکن، میگوید که با این حسین پولی بش بده، اینا هواشو داشته باش، اینا خیشان ما هستن، اینها بترس از این پسر زبیر. داستانش خیلی مفصله.
و یزید آدم فرستاده است به اون مدینه، چون حسین در مدینه میزیست، حضرت امام حسین، که اونجا از او بیعت بگیری. ایشون فرار کرده، اومده در حضور حاکم و از اونجا گریخته رفته به مکه. در مکه اونجا ابن زبیر اونجا تشکیلات تشکیل داده بود و اینها به این تحریکش کردن، چون او رو رقیب خود میدونست که بله یک آدمی هم فرستاده است، مسلم ابن عقیل، به همین کوفه و اینا، که ببین چه خبر است. اونجا هم باز این فرومایگان و گدایان شیعه اینا که پشت هیچ کس رو نگرفتن، نامه نوشتن که آقا بیا 20,000 نامه، چند هزار نامه، که تو بیا ما تو رو شاه میکنیم. ایشون به قصد کودتا با تحریک همه پسر زبیر رفت. بسیار آدم در واقع پیشبینش بسیار ضعیف بوده، ادعاش خیلی زیاد بوده، رو خودش زیادی حساب میکرده، رو کودتاچی های کوفه هم حساب کرده بود. اگه نمیرفت زن و بچه و اولاد و عیال خودش و برادرانش رو جمع کنه بره در بیابونهای هولناک نمیدونم کجا به کشتن بده، پشیمون شد بیچاره وسط راه وقتی آمد و لشکر اینها رو دید پشیمون شده. و این همه قوم خیش بودن. سعد بن ابی وقاص رو عرض کنم، رسول الله میگفت این دایی من. یعنی چی؟ یعنی اون ابن سعد معروف که ما در میبینیم که عرض کنم به تعزیه اشتلم میکند و عرض کنم که آمده است حسین رو بکشد، این پسر اوست که در حق این بابا محمد گفته است که پدر و مادرم فدای تو باد، یا سعد فدا که ابی و امی، اینها این منو پسر. اون که یه ابن زیاد هست، اونم پسر عموش، پسر زیاد ابن ابی، این برادر معاویه است، پسر عرض کنم که به جهت این که حالا میگن مادرش نمیدونم چه بود، گفتم زیاد ابن ابی یعنی پسر پدرش، ولی بعد بس لایق بود و کاردانی نشون داده، پدر این ابو سفیان آمده بزرگان عرب رو جمع کرد، آقا یزید بعد این پس زیاد ابن سفیان، زیاد ابن ابی نگوید، اینم پسر عموش. یزید هم که پسر عموی حضرته. شمرم که بنابرای مشهور عرض کنم که ام البنین که مادر حضرت عباس هست و اینا، این داییشون میشه. اینا مش قوم خیش بودن. جنگم بر سر آبیاری اسلامی حرفا نبود، اتفاقا فساد و نفاق در اسلام آورده این حضرت امام حسین، بر سر قدرت بوده، همونطور که سابقش خدمتتون عرض کردم، و بعد هم ادامه داشته. و بعد هم بنابر گزارش همه این مورخان که ما میشناسیم و کتاباشون رو در واقع قدیم هستن و هر چقدر به اینها امکان صحت میشود داد، یعنی امکان صحت هست در کارشون، میگوید که به اینها گفت آقا اجازه بدید که من بروم با کفار دیلمی نبرد کنم، یعنی ما ایرانی بیچاره دیلمیان، یا اینکه برگردم سر گوری جدم، یعنی مدینه اونجا دعا بخونم و چیز باشم، یا خودم برم پیش پسر عموم. اینا هیچ کدوم رو ابن زیاد البته قبول نکرده و ایشون رو کشتن. حالا اینا 72 نفر بودن، اینا هم از اونا 80 تا کشتن، داستان تمام شد و اصابت که این قشقره به پا شد. و در واقع این داستان یک وسیله دستی شد برای کار سیاست و در واقع روی برتافتن از حکومت عرب برای ایرانیان. خود داستان تشیع در موضوع هویت ایرانی بسیار اهمیت داره، امروز به صورت یک دوالپای به گردن ما پیچیده، ما داره خفه میکنه. این قصه و داستان بود. حالا شما بیایید به وضعیت ایران نگاه بکنید، هر بشود که این قرن جدید و عصر جدید و این که واقعا یک مملکتی اگر 4 ساعت کارش رو تعطیل بکنه دچار گرفتاری اقتصادی می شود، این مملکت ما ایران زمین حساب 12 ماه من می شوم همش تعطیله. این 10-12 نفر عرض کنم اهمی اطهار و بچه هاشون اینها رو میگن اینا رو کشتن، نمیدونم چه کردن. خب اینا رو کشتن، چرا کشتن؟ دیگری که پیداست اینا طرفدارانی نداشتن که اینا رو میکشتن. اگه اینا طرفدارانی داشتن و اینا مثلا بزرگان و روزگار خودشون بودن و کسی آدم دارست حسابی و شمشیر زدن دیگه نمیکشتن. پیداست اینا پشتیبان نداشتن اما ادعا داشتن، خب میزنن میکشتن. هر روز تعطیله. اون روزهایی که کسی از اینا نمرده نمیدونم چی نکرده، سم تو هوا میزن تعطیل میکنن. یک بازرگانی میگه آقا ما بیچاره شدیم از بس که تعطیله. گفت در وضعیت عادیش ما پنجشنبه جمعه تعطیلیم، دنیا شنبه شنبه
حالا ما میخوام یک کالا بفرستیم مثلا به کویت، به منطقه، شاید که ما اگر که فرض بفرمایید دوشنبه حرکت بکنیم ممکن است برسانیم این کالامونو به بازارهای کویت و اینها، ولی بگذرد بخورد به چهارشنبه تمام شد، چون پنجشنبه تعطیل، جمعه تعطیل، شنبه دنیا تعطیل، و میگندد این میوه های ما در خوزستان اینها از اینجور گرفتاری ها و بدبختی ها. حالا شده است ماه رمضان این بدبختی و نکبت، یک مش اجامر اوباش و یک مش آدم های نادان و جاهل. آخه آدم درست حسابی که نمیره در خیابان گل به سر بماله و تو سر خودش بزنه. در قدیم هم اون که متظاهر به شیعه بود و این حرفها رو قبول داشت، آدم های بسیار بسیار فقیر و جاهل، به همین جهت هم شما نگاه کنید مصنفان و مؤلفان شیعه خیلی کم هست تا قرون بعد، چون اینا اهل سواد و دانش و اینها نبودن که، اینا باشه آدم های بیچاره فقیر بی سواد جاهل بودن. هنوز هم اونهایی که به سر میکوبن در خیابان همون جهلا و سفها هستن. آدم با شخصیت، انسانی که یک ذره عرض کنم که حس شخصیت و غرور بکند، یک ذره حس اصالت بکند نسبت به آدم بودن خودش، ایرانی بودنش هم فراموش کنه، که نمیره گل به مالت به سر بکوهد، به سر نمیدن چاقو به تشش کم خود سر خودش رو فرام کنه، بچهش رو نمیدونم زخمی بکنه تو خیابان که نمیدن کیو کشتن، در فلانجا کشتن و چه کردن اینها. اینم یک نکبت و بدبختی است که البته چیزی که این قضیه رو تشدید کرده دزدان رژیم هستن. دزدان رژیم کسانی که از سرات که این ثروت‌های کلان رو به دست می‌آورن بر اثر این فساد و مافیای رژیم، اینها هم بیشتر متظاهر به این کار هستن. گوسفندها سر می‌بردن و قیمه ها می‌دن و عجابه بیچاره برای خوردن قیمه و اینا میاد دو تا سر خودمون می‌زنن اونجا قیمه سیری می‌خورد. این تشکیلات باید یک روزی جمع بشه، این مایه آبروریزی این مملکت، این مملکت حیثیت داره بابا جان، این مملکت یکی از کشورهای پایه‌ای تاریخ جهان هست، فرهنگش، مردمش، بزرگانش، مدنیتش، اینها مهمه. این کسافتکاری، این مایه ادبار و بدبختی آبروریزی رو باید جمع کرد. آقا این چه کسافتکاری است؟ خیابان قمه زدن و نمیتونم به سر صورت کوبیدن، حالا شنیدم آمدن در لس آنجلس هم یک عده جمع کردن و اینها، و اصلا من نمیدونم باید چه کرد. این خلاصه مطلب بود خدمت شما بزرگواران، که اینها همیشه هوا رو متعفن میکنه، داستان اینها، کارهای اینها، احکام اینها، نگاهشون به دنیا، نگاهشون به از کنم که به زمین، نگاهشون به کوها متعفنه، نگاهشون به زن بوی تعفن میده، نگاهشون به قضیه کلیت انسان بوی عفونت میده، بوی جهالت و بربریت میده. حال آدم به هم میخوره از این داستان. یک ادم هستن البته اینجا یخفروشان زمستان اسمشون میشه گذاشت، مقالات مینویسن، شکوهمند، اسلام شکوهمند، آقا با شکوه. یه جوابی هم ما دادیم به یکی از اینا، عرض کنم که به زودی در اینترنت خواهید دید، ایزم کشان تابستان، یخفروشان زمستان. در روزگاری که مردم ایران بیزار شدن از شکل آخوند و قیافش و ذهنیتش و دینش و ایمانش و حرکات و بجناتش، اینها آخوندش و کوهمن وظیفه اصلی برگردن جوانان و مادران هست. مادران خیلی مهم هست. مادران مملکت اگر بیدار بشوند که شده اند و حمدالله و ادمنه، زنان ایران در جهان نظیر ندارند. در هوشیاری، در بیداری، در شخصیت، در اصالت، خب این رو عرض کردم که ما هر موقع وارد این قضایا شدیم، اینم حلیت المتقین هست اینجا، اینا جز فرومایگی، اینا برای عوام بوده، این داستان ها برای عوام. هر جاشو باز کنی میبینی مجلسی فقط برای عوام و ناس و جاهلترین آدم های مزخرفات رو گفته. بفرمایید مثلا آدم عامی نادان که بر به انگیزه خرد حرکت نمی کنه، که اینو بایدی با دین و بهشت و جهنم و اینها فرشته و حوری و اینا برکت ها. مثلا من این کار باز کردم صفحه 207 حلیت المتقین،
در دیدن مؤمنان و عیادت بیماران ایشان یا بیماران ایشان در احادیث معتبر وارد شده است از حضرت باقر و صادق که هر که به دیدن برادر مؤمن خود برود از برای خدا حق تعالی 70,000 ملک به او موکل گرداند که او را ندا کنند تا به خانه خود برگردد که خوشا به حال تو و گوارا باد بهشت از برای تو. حضرت رسول هم وقتی کسی خیلی فداکاری میکرد و خودشو به خطر مینداخت میگه واجب شد، واجب شد. یارو میفهمید واجب شد یعنی چی؟ چی هم نمیگفت، یعنی بهشت بر تو واجب شد، فروخت، بهشت فروخت، اجاره کرد یک اتاق بهشت براش، واجب شد از برای تو. آدم عاقل که این چیزها رو قبول نمیکنه. تمام این کتاب حلیت المتقین که البته این دو کتاب در یک کتاب است و از صحبت که باز میکنید برای آدم های نادان، یعنی جاهلترین جهال اینا برمه بفهم. در اطعام مؤمنان و آب دادن ایشان و جامه پوشانیدن و سایر اعانت های ایشان و یاری کردن مظلومان، بله، و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر کی مؤمنی را سیر کند بهش او را واجب شود. ببینید همش داستانه وعده بهشت و ترس جهنم و اینها که یک سیستم اخلاقی. خب خیلی خوب آدم عیادت بیمار بره، خیلی خوب آدم به کسی آب بده و گرسنه رو سیر کنه، بسیار چیزای خوبیه. اما آدم جاهل و نادان همواره کاری میکنه چیزی بگیره، اونقدر خردمند و بزرگوار نیست که خوبی رو به خاطر خوبی انجام بده، به خاطر ارضای نفس و انسانیت. من برم یه نون سنگک بدم، حالا چی گیره من میاد؟ سه تا نون سنگک الله بهت میده و یه حوری هم بهت میده، دیگه چی میگی؟ نون سنگک اول، نون سنگک حوری هم پیش کشه. میگه خب میکنم، میرم هم چیکار رنگ. اینا مایه ننگن هم بطن. هر سبت که شاهنامه چاپ مسکو، مرحوم استاد مینویی که از دانشمندان بزرگ و بزرگوار مملکت ما بود و عرض کنم که ذوق سلیم داشت و طبع حکیم داشت، این مرد سالها کار کرده بود، یک رستم و سهراب تصحیح کردن. منتها این استاد محترم بزرگوار ما بیشتر تکیه رو بر نسخه لندن گذاشتن. در نسخه 675 لندن خطا بسیار هست. تا اونجایی که ما کار کردیم روی این یک سال اندیست که این 1053 بیت رو هی بالا کردیم و پایین کردیم و ده ها بار این رو مقابله کردیم و اینها، چندین غلط فاحش در این نسخه لندن وارد شد که بر اثر کار کاتب. یکیش ماجرای خماورد پشت و سنان کرسیخ، خدمت رو خوندم که خماورد پشت و سنان ستیخ بزد تند و برکند 70 یا 80 میخ. یکی دیگه داستان پورنوگرافی کتبویال رستمه که در تهمینه که وارد اتاق شده است در این نسخه لندن که قدیم هست و بسیاری نسخه دیگر، میگوید بجستم همین کتف و یال و برت، بدین شهر کرد ایزد آبش خورت. یک ذره این به ذوق میزنه، ولی ما که نمیتونیم از خود بسازیم و وارد شاهنامه کنیم. اگر این کارو بکنیم به تعداد آدم ها شاهنامه است، باید مستنداتی باشه، واسه یه حساب کتابی باشه. خیلی بعیده، زشتیش معلوم نشد تا نسخه سن جوزف کشف شد. نسخه سن جوزف کشف شد و در اینجا میبینیم که اینجور نبوده، امکان نداره. دختر پادشاه که عرض کنم مدعی عفاف هست که میگوید مرغ و ماهی منو ندیده و من دختر پادشاه هستم و بی‌نظیر هستم و چنین و چنان هستم، نمیگه من جستجوگر ماهیچای تنت تو بودم و که تو یال تو حرفا. بجستم همیشه زبوم و برت، بدین شهر کرد ایزد آبش خورد. یعنی من جستجوگر کوی تو بودم، شهر تو کجاست؟ در باب تو فکر میکردم، نسبت به شهرت، اونجا که تو زندگی کردی، زادگاه تو، به اون فکر، این زیباست، نه که کتف و یال و برت و ماهیچه های پشتت و گردن کلفتت و از این حرفا.
یا اینکه عرض کنم که بعضی دوستان متوجه این ظرافت ها خب نیستن، میگوید که سخن گفتن آمد نهفته به راز. رستم خوابیده، خواب با خلوت و سکوت، یا سخن گفته آمد نهفته به راز. سخن گفته آمد به نظر من زیباتر از سخن گفتن آمد نهفته. ببینیم سخن گفتن آمد نهفته یه تضاد ایجاد میشه. سخن گفتن آمد نهفته، یعنی شما تمام سخن ممکن سخن گفتن، من فکر میکنم سخن گفته آمد نه یه چیزی شنیده میشد، نه که سخن گفتن. سخن گفته آمد نهفته به راز، در خوابگه نهر کردن باز. این قید نرم در باز کردن در واقع سیکرسی قضیه است. نمیخواستن کسانی که در رو باز میدادن کسانی دیگر بفهمند. سخن گفته آمد نهفته براز، در خوابگه نرم کردن باز. یکی بنده شمعی معنبر به دست، خرامان بیامد به بالین مست. پس بنده اندر یکی خوب رو چو خورشید تابان بر او رنگ بود. بنده یعنی خدمتکار، کسی که نزدیک به تهمینه، نه برده. یکی برده شمعی معنبر به طور کل فضا رو خراب میکنه، تصویر رو خراب میکنه، چون انسان با بردش اونقدر نزدیک نیست که چنین کار رمزآمیزی رو و عجیبی رو بخواد انجام نصف شهر. این بنده بود، این خدمتکار بوده، پرستار تهمینه بوده که آمده، نه یه برده نمیدونم گردن کلف و بازو چنان روغنمالی کرده تنش رو شمع گرفته. یکی بنده شمعی معنبر به دست، یعنی خدمتکار بود. بعد پس بنده اندر، یعنی شمع رو جلو میآورد که راه رو روشن کنه. این تخیل میخواد بفهمیم داستان چگونه انجام میشده، فضا چه بوده. این داشته تاریک بوده، همه خوابیده بودن، این شمع رو که شمع معنبری هم بوده میآورده که روشن کنه که ارباب او بی ببینه راه رو، زمین نخوره. یکی بند شمعی معنبر به دست، خرامون بیامد به بالین مست. پس بندندر یکی ماه روی چه خورشید تابان. و بعد این بعضی ها برده نوشتن، برده رو کردن پرده دیگه، به طور کار خراب شد کار. پس پرده اندر یکی ماه رو. آقا پرده چه پرده ای؟ این خانم عاشق شیفتست شیداست تمام. میگوید که دو دیگر که بر تو چنین گشتم، خرد راز بحر هوا کشتم. گشتم هم معنیش رو متوجه نشدم. این لغت قدیم ایرانی بوده، هنوز هم در بعضی جای ایران مثل بختیاری اینها هست. حس کردم کسی که یعنی نیش زدن تو بختیاری خیلی خیلی رایجه. یه کسی که داد و فریاد میکنه میگوین که منی مار گشتسته، یعنی مثل که مار اینو زده. گشته یعنی بیمار تو هستم، یعنی گشتم خرد راز بحر هوا کشتم. میگه من دیگه زیر پا گذاشتم. این همون مضمون نیست که حافظ به کار برده، من از اون حسن روز افزون که مجنون داشت که یوسف داشت، دانستم که عشق از پرده عصمت رون آرد زلیخا را. یعنی در مقام عشق دیگه بقیه سنن و آداب و نرم ها فرو می‌ریزه. میگه من خرد راز بحر هوا کشتم. بعد میگه پس پرده اندر یکی ماه روی چو خورشید تابان برای رنگ بود. پرده دیگه نبوده که دیگه، پرده کدوم پرده؟ خدا کند از این مصححان در این تاریخ مملکت ما خداوند کمتر پیدا بشه. ما همین چاپای غلط قدیم را آقا دوست داریم. اگر یک نسخه پیدا شد از شانم قدیم، ما همون رو باید چاپ کنیم و منتشر کنیم، دست این مصححان ندهیم که بگوید که قار رستم رفت در بجای قار بگه چاه. رستم رفت دیو سپید و ته چاه دید، مغنی آورد. شعر مغنیش هم من گفتم خدمتتون، وقت پیدا کنیم میخونم. امیر جان مثل که ما زیاد صحبت کردیم.
بله، به انتخاب دوست گرامی امیر در اتاق فرمان یک موسیقی میشنویم، برمیگردیم سر داستان زیبای رستم و سهراب. این تعفن هوا رو از این داستان این آدما بشوییم با عطر سخن فردوسی. Oh!
ای پرتو با درود بر شما وطنان گرامی، صدا ایرج رو شنیدیم. عکس قدیمی بود از اکبر گلپایگانی و ایرج. وقتی که ما این هنرمندان رو میبینیم، عکساشون رو بعد از دوران آخوندی، درست چهره این از کنم بزرگان معرفت و عاطفه جذب کردن که این از کنم گسترش اخلاق به معنی حقیقیش با گسترش هنر توأم هست. ذوقیات انسان که در واقع ارتباط دارد با این عواطف بشری که نقاشی باشد و موسیقی، اینهاست که در واقع ما رو آدم تر میکنه، نه وضع ملا و آخوند و این احکام دیوانه بیابانی و از اینجور چیزها. وقتی ما نگاه کنیم درست مثل این اسرای این اردوگاه کار نازی میبینیم نشاطی در چهره اینا. شما عکسای این آخر عمر مرحوم تجویدی نگاه کنید، همه هنرمندایی که عرض کنم که مردن در اسارت، اینا ببینید درست اینا خود مردن، افسردن از دست این طاعونی که بر مملکت ما 32 سال است اینا حاکم هست. و این بزرگترین درد، چه درد فشرده‌ای داشت. من یاد دارم نخستین باری که فکر کنم یکی از اولین نخستین بارها که تعدادی هنرمند جمع شدن برای عرض کنند که ترحیم حبیب الله بدیعی، این فیلمی رو دوستان فرستاده هم نگاه کردیم، همه شکسته و خورد، همه محزون افسرده، درست مثل که در اردوگاه های فاشیستا 30 سال زندان بودن و هستن و چنین است روزگار هنر در مملکت. یکی از برادران ما، کرد ما، از سلیمانیه عراق زنگ زدن. من درود میفرستم به برادران دلاور کرد که در ایران هستن یا در سلیمانیه هستن یا در عراق هستن یا جایی دیگه هستن، برنامه رو گوش بدن. خب هر سبب که چند بیت هست که اینا رو مصححان معانیشو نفهمیدن. خب نفهمیدن دیگه چیکار کن، داشتنم مأخذ و نفهمیدم. من دو بیت براتون میخونم ببینید که داستان چیست. اینا رو بعد از، یعنی این 1051 بیت نسخه لندنه، دو بیت هم در بین ابیات نوشته شده که اینها شاید 1053 بیت، بیشتر از 1000 بار. خب بیشتر از 1000 بار این با این مطابقه با اون روزی که رستم و سهراب با هم جنگ داشتن و از هم خسته شدن، به مستی رسید. حالا خنده‌آور این است که این لغت مستی بسیار بسیار گویاست. رودکی می‌فرماید مستی مکن که نشنود اون مستی، یعنی مستی یعنی به منتهای قبر رسیدن، یعنی دیگه منتهای اضطرار رسیدن و به اندوه رسیدن. حالا دانشمندان روسی مستی رو برداشتن کردن سستی. ای آقا این به این لغت زیبا. خب میگه به مستی رسید این از آن اون از این، و از هم فاصله گرفتن. رستم حمله میکند به سپاه عرض کنم که توران، سهراب حمله کنه سپاه ایران و یک هجومی بوده، بعد هر کسی برمیگرده به سپاه خودش. اینها رستم، سهراب میپرسه از هومان که چه گذشت این مردی که حمله کرد. عمه جان 2 دقیقه وقت داری؟ 2 دقیقه؟ ای دادی بیداد، من چون قول دادم حتما بایستی با آقای کربلایی صحبت کنیم، اگر شده است که ایشان
این چهارشنبه ها رو هر صورت که ما کردیم، یعنی با خواهش آقای شجره یک ساعت و جا یک ساعت و نیم، 19 ما باید حتما صدایشون رو بشنویم. آقای کربلای گرامی حالتون چطوره عزیز؟ نباشی خورمونت دارم خوبی شما؟ آقای کربلای دارم میبینم که فرصت نداری. آقای کربلای صدا تلویزیون تو عزیزم باید ببندیم. صدا خودتون دست باچه شدم دست باچه شدم ببخشین آقا مشیری، همش حواسم به حرفای شما بود. عیب نداره عزیزم، عیب نداره، همش حواسم به شما بود، دلم برای تنگ شده بود، نمیتونستم برای صورت کنم، گیج شده بودم. و قبل از این حرفا بگویم که این برنامه که من اجرا کردم فرستادیم روی فیسبوک خانم افشار، بهشون بگویید که ببینن با یه خانمی اجرا کردم و من بدون معطلی چند تا خط شعر میخونم. بفرمایید. تو پول گر پیلتن راستمی و دستان سامی و از نه جهان آفرین تا جهان آفرین، سواری چو رستم نیامد پدید، دل شیر دارد تن ژند پیل، نهنگان برآرد ز دریا ممنونم آقای کربلایی. چه برای برنامه های بعد متاسفانه برنامه تونم که کم شده، آرزوی سلامت و سعادت براتون دارم. چهره تو میبینم خیلی زیبا شده. قربانتون برم. زیبا شده، خیلی زیبا شده. ممنونم. شما تماس خواهم گرفت امشب. یا حق. درود بر شما. بله این ابیاتی که ایشون خوندن راجع است اونجایی که سهراب بزرگ شده و پیش پدر مادر رفته که من از چه تبارم از چه نژادم، و اینجا در واقع یکی از جاهایی است که فردوسی فرصت پیدا کرده است یکی از زیباترین توصیفات ممکن رو در حق رستم اینجا انجام بده. جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. به به، یعنی علل اطلاق میخواهد ببوید که بزرگترین شجاعت ها در پرونده شماست بچه های ایران، چون در اون روزگار معیار شجاعت اگه نگاه کنید به بعد از کند که همون سخنان اون روزگار از قبیل عمرو و انطرف و علی و اینا بودن که داستاناشون مشهور شده بود. اینا فردوسی آمد اینا رو زنده کرده برای بازسازی شخصیت ملی و غرور، مردم بی غرور که به درد نمیخورن. جهان آفرین تا جهان آفرین، سواری چو رستم نیامد پدید. خب وقت ما تمام شد هموطنان، بسیار سپاسگزارم از توجه شما و همزبانان گرامی، بسیار سپاسگزارم از امیر در اتاق فرمان. روز جمعه خدمت شما هستم با آقای عرسی تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زنده باد.